با 11 روز مانده تا 4 نوامبر موعد اجرای تحریم‌های هسته‌ای، بند 11 الزامات مشخص شده برای رژیم ایران را که مثل یک دولت عادی رفتار کند یادآوری می‌کنیم. اخطار حساب توییتر وزارت امور خارجه آمریکا در قالب روز شمار معکوس شروع فاز دوم تحریم‌های هسته‌ای که از دیروز شروع شده. تقویمی که هر روز یکی از شروط 12 مایک پومپئو، بالاترین مقام اجرایی سیاست خارجی واشنگتن، برای دستیابی به توافق جدید با ایران رو به مسئولین نظام و متحدین تجاری اون بند به بند مطرح میکنه. فاز دوم تحریم ها صادرات مواد نفتی و سیستم بانکداری جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. با این وضعیت دو شرکت عظیم سینوپک و ملی نفت چین CNPC از خریداران عمده نفت ایران هیچ سفارش خریدی برای ماه نوامبر به ثبت نرسوندن. دو تن از مقامات ارشد این شرکت‌ها به رویترز گفتند ریسک مواجهه با جریمه‌های خزانه‌داری آمریکا خیلی خطرناک‌تر از نخریدن نفته. از طرفی هم معلوم نیست که مقامات چین موفق بشن رضایت واشنگتن رو برای چشم‌پوشی از خریدهای نفتی ایران به دست بیارن. وزارت خزانه‌داری آمریکا مقرر کرده تا 4 نوامبر برابر با 13 آبان خریداران نفت ایران سفارشاتشون رو به صفر برسونن. در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین و حتی بسته شدن حساب‌های اونها در بانک‌های جهانی مواجه خواهند شد. با نزدیک شدن سررسید تحریم‌ها و کاهش خریداران، تهران مجبور به انتقال حجمی بالغ بر 20 میلیون بشکه از این محصول حیاتی به وسیله نفتکش‌های موسوم به شبه به چین شده. به گفته مدیرعامل شرکت روسنفت، این مقدار که پیشتر 3 میلیون بشکه در هر ماه بوده، برای آخر اکتبر تا ابتدای نوامبر طراحی شده. این حجم به بندر دالیان در چین گسیل میشه، جایی که جمهوری اسلامی پیشتر هم زیر تیغ تحریم‌های پیش از برجام برای حمل نفت قاچاق از اون بهره می‌برده. پذیرش تعهد کسری صادرات نفتی ایران در اوپک از سوی عربستان سعودی تا حدودی از اوج گرفتن قیمت این محصول در بازار جلوگیری کرده. اما با توجه به تقاضای بازار چین، تثبیت نرخ در بازار اونقدر نبوده که از رشد 4% نفت پایه برنت در انتهای هفته گذشته جلوگیری کنه. هرچند کشورهای ایالات متحده آمریکا و امارات عربی متحده با افزایش سقف تولید به تدریج به بازیگران جدید عرصه تأمین انرژی در دنیا تبدیل میشن. با این حال هفته آتی تمرکز خریداران نفتی بر تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران و ملاقات سران کشورهای چین و آمریکا و چانه‌زنی‌های این دو غول اقتصاد جهان خواهد بود. کارشناسان بر این باورند که اگر در این دوره قیمت پایه این محصول استراتژیک بر محور 68 دلار در هر بشکه بچرخد، نشانگر تعادل بازار در برابر کسری تولید ایران خواهد بود و به طور یقین مشتری‌های قدیمی جایگزین مناسبی برای نفت ایران پیدا کردند. بتی یوسفی، اتاق خبر.